و سیمای اساطیریش در فرهنگ و ادب ایران زمین از دیرباز حضور داشته است. سابقه حضور سیمرغ در فرهنگ ایرانی به پیش از اسلام برمی‌گردد. از آنچه که از اوستا و آثار پهلوی در اختیار داریم میتوان دریافت که این مرغ مرغی است فراخوان و بر درخت درمان بخش که در بردارنده تخم همه گیاهان است آشیان دارد. سیمرغ مرغی است الهی و مقدس و آنچنان که در شاهنامه می‌بینیم این مرغ در سرنوشت قهرمانان و حوادث اساطیری نقش دارد. بر بلندای کوه البرز آشیان دارد، بر همه رازهای جهان داناست و بر هر مشکلی چاره‌ای دارد. یکی کوه بود نامش البرز کوه، به خورشید نزدیک و دور از غروب. بر آن جای سیمرغ را لانه بود که آن خانه از خلق در دپای سیمرغ را در منطقه تیل عطار نیز میتوان یافت. آن زمان که همه پرندگان گرد هم آمدند تا از هدهد دانا رهنمود خواسته رهبری برای خود انتخاب کنند، مجمعی کردند مرغان جهان، هرچه بودند آشکارا و نهان. جمله گفتند این زمان در روزگار نیست خالی هیچ شهر از شهریار. از چه رو اقلیم ما را شاه نیست، بیش از این بی شاه بودن راه نیست. هدهد با بیان این موضوع که پادشاه پرندگان مرغیست با نام سیمرغ، کوه قاف را مکانی جهت یافتن سیمرغ عنوان می کند و تذکر می دهد که برای دیدار با پادشاه پرندگان هفت وادی را می بایست سپری کرد. گفت ما را هفت وادی در ره است، چون گذشتی هفت وادی درگه است. نخستین وادی اشاره به جایگاه طلب است، وادی دوم عشق و استقامت، وادی سوم کسب فیض و دانش، وادی چهارم بی‌اعتنایی به وابستگی‌های دنیوی و مادی، وادی پنجم وحدت و یکپارچگی، وادی ششم وادی حیرت، بدان معنا که فردیت فراموش شده و هر کس خود را در قالب گروهی از مرغان می‌دید که هر لحظه به هدف خود نزدیک‌تر می‌شد. از این روی در وادی هفتم پس از گذر از مصائب و سختی‌های بسیار، تنها سیمرغ از خود فانی و با پیوستن به یکدیگر باقی و جاودان شدند. و آنجا بود که این حقیقت آشکار شد که پادشاه پرندگان و یا همان سیمرغ موعود موجودی نبود جز سی پرنده که بال به راهی بس پر خطر فرسوده بودند و در آرزوی یکی شدن دره به دره زخم برداشته بودند. همز عکس روی سیمرغ جهان، چهره سیمرغ دیدند آن زمان. چون نگه کردند این سیمرغ زود، بیشک این سیمرغ آن سیمرغ. و امروز دگر بار سیمرغ اساطیری ایران زمین سر از خاکستر افسانه بر می دارد و بال بر جستجوی آزادی می گستراند. برنامه رستاخیز سیمرغ همچون هدهد خردمند جوانان آزادی خواه را که هر یک از شهر و دیاری گرد آمده تا در وادی وحدت و یک پارچگی ایرانی آزاد و سربلند را به نمایش بگذارند، به سوی یافتن سیمرغ سوق خواهد داد.
جاوید شاه پاینده ایران رستاخیز سیمرغ. نام خاک پاک ایران، عرض ادب و احترام خدمت یکایک که شما هممیهنان عزیزم در هر کجای این گیتی پهناور زندگی میکنید. امیدوارم حالتون خوب باشه و ساعاتی رو که پشت سر گذاشتید ساعات خوبی بوده باشه براتون، هرچند که میدونم برای ما ایرانی ها همچین ساعات خوبی نبوده، به دلیل اینکه هممیهنان ما در شهر آبادان در عزا هستن به دلیل جنایاتی که جمهوری اسلامی پشت سر هم داره مرتکب میشه و اخیراً هم در آبادان. در طول این چند روز اولا یه پوزش بخوام از اینکه ما برنامه خیلی کم داریم و دلایلش رو قبلا عرض کردیم هم من هم جناب قاسمی، اما بدون فوت وقت بریم سر اصل مطلب و یک موضوع بسیار مهمی پیش اومده بود که تصمیم گرفتیم که مزاحم بشیم و این مسئله رو مطرح کنیم. اما در طول سالیانی که ما در خدمت شما بودیم و برنامه اجرا کردیم، صحبتهایی که کردیم، همیشه عرض کردیم این مطلب رو که هرچی مافیا به براندازی مردم نسبت به جمهوری اسلامی نزدیکتر بشن و خطر رو بیشتر حس بکنن، دست میزنن به یک حرکاتی که تقریبا میشه گفت که بتونن انقلاب مردم رو بدزدن. یکی از مهمترین مسائلی که امروز ما باش درگیر هستیم و باید خیلی مراقب باشیم این هستش که جلوی دزدیده شدن انقلاب و هایجک کردنش رو بگیریم. اما قبل از اینکه به این موضوعات بپردازم یک مسئله ای رو میخواستیم با مدرک بهتون نشون بدیم که در جریان باشید حتما. سیستم های خبری هم از مدیا یا مطبوعات، خبرگزاری ها در حکومت های دیکتاتوری تماما امنیتی هستند و اینها یا به صورت زیرشاخه‌ای و دستوری عمل میکنن، یعنی بهشون براشون خوراک تهیه میشه، در اختیارشون قرار داده میشه، یا اینکه در اون خبرگزاری ها افرادی هستن که خودشون اصلا امنیتی هستن، اونها دارن کار انجام میدن. خب خبرگزاری های مثل خبرگزاری فارس، تسنیم، مهر، خبرگزاری ایسنا، ایرنا، اینها همشون مشخصه که خبرگزاری هایی هستن که خبرگزاری های مرتبط با شاخه های اصلی رژیم هستن، یعنی زیر ساخت سازی خبری در ایران توسط خود سیستم های امنیتی بر اساس سیاست گزاری هاشون صورت میگیره و هیچ کس نمیتونه بگه که این خبرگزاری ها خصوصی هستن و یا به صورت شخصی افکار و عقایدشون رو میارن در اختیار مردم قرار میدن. مثل این میمونه که مثلا بگن رادیو تلویزیون در جمهوری اسلامی مستقله و میتونه هر چیزی که دلش خواست ببره رو آنتن یا از طریق رادیو پخش کنه که مردم بشنون. خب این غیر طبیعی و غیر واقعی هستش. امروز پنجشنبه پنجم خرداد 2581 شاهنشاهی خبرگزاری مهر یک خبری رو پخش کرد که دقایق بعد مجبور به حذف این خبر شد. این خبر به دلیل اینکه تاکید ما بر این استش که سیستم خبرگزاری ها امنیتی هستن و اگر یک حکومت خواسته باشه سرنگون بشه، اولین جایی که مطلع میشه سیستم امنیتی اون حکومت هست، اومدن اخطار دادن در خبرگزاری و در یک خبری، در یک مطلبی نوشتن و دقیقاً اتفاقی رو رقم زدن که باز هم تاریخ تکرار شد. یعنی چی؟ یعنی
قدرت الله همایون به عنوان وزیر اطلاعات و جهانگردی در زمان حکومت شاهنشاهی مقاله ای رو تنظیم میکنه به اسم احمد رشیدی مطلق، میفرسته برای مطبوعات چاپ شه، که اینو بارها و بارها در برنامه‌های مختلف خدمت شما عرض کردیم و انتقال دادیم با سند و مدرک. و در واقع در 1356 آتشی که این خبر و این مطلب که بر علیه رولا خمینی نوشته شده بود و چاپ میشه در روزنامه اطلاعات، در روزنامه آیندگان که متعلق به خود قدرت الله همایون بوده، باعث این میشه انقلابیون و مذهبیون رو، در واقع انقلابیون نه مذهبیون رو تحریک بکنه. پس داریوش همایون به عنوان بخشی از بدنه دولت آن زمان دست به کار میشه تا ضربش رو بزنه به حکومت شاهنشاهی. چرا؟ چون یک سری ساختارهای از پشت سر، چون مافیایی بودن اینها، عضو گروه‌هایی بودن که همه ایران ستیز بودن، بر علیه حکومت شاهنشاهی بودن، بر علیه خود شاهنشاه بودن، بهشون برنامه رو داده بودن. ولی امروز سیستم امنیتی جمهوری اسلامی وقتی میاد از طریق خبرگزاری مهر یه همچین خبری رو پخش میکنه و بعد حذف میکنه، یعنی ما باید از دو جنبه خبر رو نگاه کنیم. یک، همون مطلبی که اول عرض کردم، مراقب باشیم با این نوع تحریکات توانایی دزدیدن انقلاب مردم رو نداشته باشن که این سال 57 خواسته باشن یک حکومت تحمیلی رو به نام انقلاب مردمی به ما حقنه کنن و فرو کنن تو حلقمون. اگر قرار باشه باز هم ما مثل سال 57 فریب مافیا رو بخوریم و یک رودست بزرگ بخوریم که جمهوری اسلامی توانایی اینو داشته باشه با کمک مافیا به رفرم شکلی برسه، به پوست اندازی برسه، نسل‌های آینده ما هم نابود شدن، از ایران که چیزی باقی نخواهد ماند، هیچ کسی دیگه نمیتونه چیزی رو برای آینده پیش بینی بکنه که در ایران چه رخ خواهد داد. بنابر این قسمت دومش برای ما حائز اهمیته که پس جمهوری اسلامی با توجه به اخبار خود سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی این رژیم دیکتاتور قبول داره که سرنگونیش نزدیکه. پس هم میهنان باید امروز از کلیه فرصت‌هایی که چه مردم خلق میکنن، چه از تهدیدهایی که جمهوری اسلامی ایجاد میکنه مثل فاجعه ضد بشری آبادان که کپی برداری از سینما رکس آبادان بود، ما باید استفاده بکنیم در مسیر براندازی. بریم ببینیم که خبرگزاری مهر چه خبری رو پخش کرد و حذف کرد و شما عزیزان از چه طریقی میتونید به اصل این خبر دسترسی پیدا کنید. این مهمه که وقتی خبرگزاری ها یه خبری رو از سایت ها حذف میکنن، ببینیم آیا ما بهش دسترسی داریم یا نداریم. با من همراه باشید در ادامه ببینیم که چطوری میتونیم به اصل خبر حذف شده از سایت خبرگزاری مهر دسترسی پیدا کنیم. ما در گام نخست وارد گوگل میشیم. من ابتدا گوگل فارسی رو سرچ میکنم که گوگل فارسی بیاد. حالا اینجا متن خبر رو باید بزنیم، خبرگزاری مهر، این خبر، نظام هر روز به پرتگاه نزدیکتر می شود. ببخشید من اشتباه زدم، با فونت انگلیسی زدم، دوباره می زنم. خبرگزاری مهر، نظام هر روز به پرتگاه نزدیکتر می شود. ببینیم چی میاد. خب
ببینید دوستان، خبر اول که معلوم خبرگزاری مهر نیستش، خبر دوم برای رادیو فرداست، خبر سوم خبر نیوز، کیهان لندن، اینجا زده مهر نیوز. بریم روی این سایت ببینید زده برخی سران نظام از تغییر سیاست یارانه‌ای. بله بریم اینجا ببینیم چی می‌بینیم. می‌بینیم که خبر اون خبری نیستش که ما سرچ کردیم. دوباره برمیگردیم به اینجا. این بغل شما می‌بینید یه دونه فلش داره، اینو می‌زنید نوشته کش. کش رو می‌زنیم و اینجا آن چیزی رو که جمهوری اسلامی پاکش کرده رو اصل خبر رو بالا میاره. دقت کنید دوستان، ما سری اول زدیم روی خبر، اینجا زده www.mehrnews.com، بالا خبر رو من تیترش رو زدم، اینو آوردش. وقتی سرچ کردیم فقط این میزان ذخایر گندم اومد بالا. ببینید من اینا رو ببندم یک بار دیگه براتون انجام بدم. خبرگزاری مهر، برخی سران نظام، اوکی بزنیم. میزان ذخایر گندم در سطح استان تهران مطلوب است. خب ما که اینو نمیخوایم، اون خبری که پاک شده رو میخوایم. بنابراین میایم این بغل عدد فلشه رو میزنیم، نوشته کشت، میزنیم اصل خبر رو برای ما بالا میاره. حالا ما میخواییم اصل خبر رو بخونیم دوستان، میخواییم اصل خبر رو بخونیم. ببینیم که اول من اصل خبر رو یه جوری تنظیم کنم که شما ببینید. حیف شما این خبر رو نبینید. خب این فکر کنم تنظیم باشه. ببینید دوستان، اینو ما دست نزدیم که این برای خود خبرگزاری مهر، پنجشنبه 5 خرداد 1401 و ما هم هیچ نقشی در این خبر نداریم. اینم از سایت خودشونه، درست؟ بسیار عالی. بریم متن خبر رو مرور کنیم. این رنگایی که میبینید به دلیل پاک کردن خبر، خودشون کدهایی که شما میتونید از طریق اینها سرچ کنید در گوگل و بتونید از طریق کش این خبری که پاک شده رو پیدا کنید. من به ترتیب سب کنید، من اینو طوری درست کنم که شما ببینید قشنگ. خب بسیار عالی، بریم خبر رو دوستان با هم دیگه بخونیم. از زیر عکس شروع میکنم. گام عجولانه و فقدان برنامه ریزی دراز مدت، بی‌نظمی شدیدی در پایلوت توزیع نان و نحوه پرداخت یارانه نقدی ایجاد کرد. صدای نارضایتی حتی از سوی نیروهای نظامی و انتظامی به گوش میرسد. دوستان دقت کنید به واژگانی که خبرگزاری مهر، خبرگزاری وابسته به جمهوری اسلامی، منتشر کرد و حذف کرد. به کد واژه ها دقت کنید لطفاً. دقیقاً این خبریه که نشان دهنده فروپاشی کامل داخل در جمهوری اسلامیه، حتی در بدنه نظامی، امنیتی و انتظامی. چون وقتی می نویسن نظامی، اینا دیگه امنیتیشو نمی نویسن. حالا بریم در ادامه ببینیم که چه صحبتی شده. به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر یک منبع آگاه، اکنون معلوم می شود که برنامه پایلوت فروش نان سنتی در بسیاری از نانوایی ها شکست خورده، زیرا آمادگی های لازم در صف نانوایان و همچنین در تولید فناوری لازم انجام نشده اند. در این حال بسیاری از واجدین شرایط برای دریافت یارانه های جدید خبر از واریز نشدن آن به حساب هایشان دادند. به همین دلیل مردم به نانوایی ها در محله های مختلف هجوم آورده،
اما به علت کمبود آرد دست خالی به خانه بازگشتند و این خود باعث هجوم دوباره دیگر شهروندان، تشدید اوضاع و حتی توزیع آرد به صورت غلط و بی برنامه به مناطق مختلف از جمله جنوب تهران و اصفهان شد. کمبود آرد و نان در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت. این منبع آگاه خاطر نشان کرد که برخی مسئولین بلند پایه از تغییر سیاست یارانه‌ای پشیمان و خواستار بازگشت به وضع گذشته هستند، اما بدنه نظام و برخی دیگر از سران با این امر مخالفند. یادآور می شود که دو هفته پیش هنگامی که مسئولین اقتصادی نظام باز تصمیم بر غافلگیری عامه مردم در آخرین ساعات نیمه شب گرفته و یارانه های کالاهای اساسی را باطل کردند، این گام بر اساس برآوردها باید باعث رشد قیمتها بین 20 تا 60 درصد می شد. اما در حقیقت قیمتها 4 تا 6 برابر، یعنی 400 تا 600 درصد بالا رفته و گزارش ها حتی حاکی از بالا رفتن 10 برابر برخی کالاها در مناطق مختلف هستند. مردمی که همچنان از کمبود آب، زیربناها و آلودگی رنج میبرند، باز با ضربه اقتصادی دیگری که بر آنها وارد شد غافلگیر گشتند. این در حالی است که با وجود قولهای دولت رئیسی و نظام، قیمت ارز نیز بالا و بالاتر رفته و باعث بالا رفتن قیمتها در ماهای اخیر قبل از تغییر سیاست یارانه‌ای شد. بابا نان داد. مسئولین کشور سال هاست. دوستان اینجا رو دقت کنید، از این قسمت، این دو پاراگراف پایانی، یعنی مردمی که همچنان از کمبود آب، یعنی از اینجا شروع میشه تا اینجا، این تیر خلاصیه که سیستم امنیتی در اعتراف به سرنگونی جمهوری اسلامی در نزدیکی خیلی، در یک زمان خیلی نزدیک و زود داره اعتراف میکنه خودش. دقت کنید این دو پاراگراف، من یک بار دیگه از اولش میخونم، ببینید که سیستم امنیتی از طریق خبرگزاری داره اعتراف میکنه جمهوری اسلامی به زودی زود سرنگون خواهد شد. مردمی که همچنان از کمبود آب، زیربناها و آلودگی رنج میبرند، باز با ضربه اقتصادی دیگری که بر آنها وارد شد غافلگیر گشتند. این در حالی است که با وجود قولهای دولت رئیسی و نظام، قیمت ارز نیز بالا و بالاتر رفته و باعث بالا رفتن قیمتها در ماهای اخیر قبل از تغییر سیاست یارانه‌ای شد. بابا نان داد. مسئولین کشور سال هاست فراموش کردند که آنها از بطن مردم آمدند و وظیفهشان خدمت به مردم است. به همین خاطر شکی نیست که نظام هر روز به لبه پرتگاه نزدیکتر شده و خود بزرگبینی آن نتیجه معکوس را در داخل و حتی خارج کشور دارد. پس از انتشار اخباری از فساد گسترده بین نزدیکان رهبری، دوستان این خبرگزاری فارس داره میگه، دقت کنید، پس از انتشار اخباری از فساد گسترده بین نزدیکان رهبری، اکنون شنیده ها در سطح شهر از نارضایتی معیشتی و اجتماعی حتی در برخی سطوح نیروهای امنیتی و انتظامی، این دفعه نظامی رو جاشو برداشتن کردن امنیتی. اکنون شنیده ها در سطح شهر از نارضایتی معیشتی و اجتماعی حتی در برخی سطوح نیروهای امنیتی و انتظامی که هنگام اعتراضات گاه روبروی عضوی از خانواده یا محله خود قرار می گیرند، خبر می دهند. آنچه ثابت شده این است که هنگام آن رسیده که آنانی که 30 سال بر این کشور حکومت می کنند عنان نظام را به دیگران بسپارند. دوستان این خبر در خبرگزاری مهر پنجشنبه 5 خرداد 1401 منتشر شد و حذف شد، ساعت 11:04 منتشر شده و بعدم حذف شده.
اما نکته اساسی دوستان که تاکید میکنم وقتی خبرگزاری اینو مینویسه ما مجبوریم حواسمون رو جمع کنیم که انقلاب مردم دزدیده نشه، انقلاب ما دزدیده نشه، چه در داخل ایران چه در خارج از ایران. هر دو بخش بخش‌های بسیار بسیار های اهمیت و مکمل هم دیگر. فکر نکنید اونایی که داخل هستن الان تنها دارن انقلاب میکنن یا اینایی که خارج هستن تنها دارن انقلاب میکنن. بخش مهم 80% مربوط به داخل کشوره که باید حواسا جمع باشه انقلاب دزدیده نشود. مافیا به خاطر اینکه منافعش رو حفظ بکنه سعی میکنه در یک جاهایی به سمت مردم حرکت بکنه و مردم رو فریب بده. دقت کنین، در تله های فریب سیستم های امنیتی، در تله های فریب مافیا نیفتید. کسانی که در طول این چندین سال برنامه ساختن و شماها رو از تله های مختلف نجات دادن، اخطار دادن و دیدید حرفشون درست بوده، در این شرایط دقت کنید چی بهتون میگن. از جریاناتی مثل آبادان، از جریاناتی مثل امروز کرج، از جریاناتی مثل اعتراضات اخیر که جمهوری اسلامی سابقه موازی سازی با ایجاد اتفاقات دیگه و تلختر سعی میکنه اعتراضات مردمی رو خاموش کنه، نباید باعث این بشه. ما از اصل موضوع که گذار از تمامیت حاکم دیکتاتورانه جمهوری اسلامی هست منحرف بشیم. هدف فقط یک چیز هست و اون گذر کامل از تمامیت جمهوری اسلامی. اما از سال 96 تا به امروز ما دیدیم در یک همچین بزنگاه‌هایی گروه‌های فرصت طلب زیادن، مثل مزاحمین خلق، مثل تجزیه طلب ها، مثل فدرالیست ها، مثل همون اعضای مافیایی که دوست دارن جمهوری اسلامی پوست اندازی بکنه و میان اینها رو مصادره به نفع خود میکنن. تمام تجمعات و اعتراضات و قیام ها رو میخوان مصادره کنن به نفع خودشون. تنها چیزی که میتونه جلو اینو بگیره شعار ایرانگرایانه رضا شاه روحت شاد، ای شاه ایران برگرد به ایران، جاوید شاد، ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره. در تمام مدت شما دیدید رسانه‌های خارجی داخلی وابسته به کشورهای ایران ستیز، رسانه‌های فکستانی لس‌آنجلسی فریاد مردم داخل کشور رو سانسور کردن، نذاشتن به جایی برسه. این وظیفه من و شما هست که در خارج از ایران صدای هممیهنانمون باشیم. هر کس در خارج از ایران اعلام کرد که نگید جاوید شاه، همچین بزنید تو دهنش که از 32 تا دندون یه دونه دندون برای نمونه تو دهنش باقی نمونه، همش بریزه تو شکمش دیگه نداشته باشه. امروز ما باید ثابت کنیم که در قبال آن چیزی که نمیخواهیم میدانیم که چه چیزی را میخواهیم و میخواهیم انقلاب کنیم با پهلوی، میخواهیم خاندان ایرانساز پهلوی رو برگردونیم به ایران. میدانیم که در زیر سایه خاندان ایرانساز پهلوی، در زیر سایه سامانه پادشاهی، ما مردم ایران میتوانیم دست در دست هم ایرانمون رو دوباره بسازیم، برگردیم از سال 57 ایران مقتدر رو بسازیم، دوباره بیاریمش جلو. و هر کسی جلو اینو خواست بگیره مطمئن باشید آمدانه و آگاهانه در مقابل مردم ایران ایستاده، در مقابل خواست قلبی مردم ایران که بابتش دارن خون میدن، بابتش دارن جون میدن، بابتش زندگیشونو نابود کردن، دارن میجنگن که اتفاق نیفته آن چیزی که مردم در داخل ایران میخواد. این که ما بگیم جاوید شاه، این که ما بگیم انقلاب پهلوی، این که بگیم رضا شاه روحت شاد، این که بگیم رضا پهلوی، این که بگیم ای شاه ایران برگرد به ایران، هیچ ربطی به تعیین نوع حکومت در آینده ندارد. تعیین نوع حکومت آینده با مردم پای صندوق‌های رأی، اما میتونه باعث این شعارها قطعاً تنها راه همبستگی و پیروزی ما مردم ایران برای گذار از جمهوری اسلامیه، نه برای تعیین نوع حکومت.
اون دسته از ساده اندیشان، اون دسته از دشمنان ایران، اون دسته از بیخردان خود بزرگ پندار بفهمند که شعار جاوید شاه، شعار ای شاه ایران برگرد به ایران، تعیین نوع حکومت نیست. در صورتی که طرفداران سامانه پادشاهی تنها و پرقدرت‌ترین اپوزیسیون واقعی جمهوری اسلامی هستند که جمهوری خواهان، فدرالیست خواهان، چپی ها همه میخوان با آویزون شدن به دامان پادشاهی خواهان و مشروط خواهان از این بزنگا گذر کنن برای اینکه برسن به میز قدرت، برسن به سفره جدید انقلابشون. دوستان، هم میهنان، هم رزوان عزیز، در شرایطی هستیم که کوچکترین قفلت، کوچکترین درنگی در تصمیم گیری صحیح یک عواقبی رو خواهد داشت که دیگه نسل‌های بعد نمیگن اینها نمیدانستند و شاید که بیان بگویم ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم. نه، توف میندازن تو صورتمون، میگن 43 سال کاری که چپیا کردن، دیگران اومدن کردن و شما دیدی، تجربهشو داشتید و این بار آگاهانه قفلت کردید. پس مراقب باشیم انقلابمون رو ندزدن و آن چیزی که شایسته ما ملت ایران هست و ما ملت ایران میخواهیم به دستمون برسه. براتون بهترین ها را آرزو دارم. تا اونجایی که میتونید این ویدیو رو به خاطر خبرگزاری مرک این خبرشو حذف کرده پخش کنید، ببینن که افرادی هستن که مراقبن، حواسشون هست و نمیتونن به مردم ایران رکب بزنن. براتون بهترین ها را از صمیم قلبم آرزو میکنم. پاینده ایران و ایرانی، برافراشته باد پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان. تا جان در تن من است، تا خون در رگ من است، تا ابد جاوید شاه تنها کلام من است و خاک ایران تنها سرای من است. تا یک برنامه دیگر، بدرود. Yeah.